همراهان عزیز پادکست رخ سلام به کانال یوتیوب پادکست رخ خوش اومدید تو این قسمت میخوایم بریم سراغ یکی از بزرگترین هنرمندان معاصر کشورمون بانو ایران در رودی نقاش بزرگی که شهرتش جهانیه و خیلی از هنرمندای دنیا هم تحسینش کردن ایران در رودی یکی از پرفتخارترین زنان ایرانه که به جز نقاشی های بی از لحاظ سبک زندگی و منش اخلاقی فوقلادش هم در تاریخ معاصر ما اسمش موندگاره. ایران خانم در تاریخ 11 شهریور سال 1315 تو خانواده‌ای هنر دوست و ثروتمند در مشهد به دنیا آمد. پدرش علی نقی به خاطر موقعیت خانوادگی خوبی که داشت تونست برای تحصیل در رشته معماری بره به روسیه و از اونجا که به نقاشی علاقه زیادی داشت در دوران تحصیلش کلکسیون ارزشمندی از آثار نقاشای روس رو جمعوری کرد و با خودش اوورد به ایران اون بعد از فارغ و تحصیلی از دانشگاه برگشت به مشهد و خیلی زود با دختر زیبایی به اسم رخساره که از اهالی قفقاز بود و در همسایگی اونا زندگی میکرد ازدواج کرد. خانواده رخساره اصالتا روس بودند ولی بعد از انقلاب کمونیستی 1917 روسیه و تشکیل کشور شوروی به ایران مهاجرت کرده بودند. رخساره امسه علی نقی اهل هنر و نوازنده پیانو بود. اونا خیلی زود صاحب دو تا دختر شدند. پوران و ایران که ایران دختر کوچیکه بود. وقتی ایران به دنیا اومد همه به خاطر ظاهر زشتش به مادرش زخم زبون می‌زدند. علاوه بر اینکه چهره ای ایران به زیبایی مادر و خواهرش نبود، چشمهاش هم کمی انحراف داشت. مشکلی که باعث شد خیلیها ایران رو در دوران کودکیش مسخرش کنن. از اونجا که خانواده پدری ایران از تاجرای ثروتمند خراسان بودن، علی نقی هم شغل خانوادگی رو ادامه داد و یه شرکت تجاری در هامبورگ آلمان تأسیس کرد. و وقتی ایرانی یک سال شد، همه خانواده رفتن به آلمان. اونا سه سال تو آلمان موندن تا اینکه با شروع جنگ جهانی دوم ناچار شدن تو سال 1319 برگردن به مشهد ولی تو ایران هم خبرای خوبی براشون نبود بعد از اینکه قوای روس و انگلیس ایران رو در سال 1320 اشغال کردن مشکلات زیادی برای علی نقی پیش اومد چون اون با آلمانی ها تجارت کرده بود و تو اون سالها هر نوع ارتباط با آلمانی ها درد سرساز می شد. همین مشکلات باعث شد که اوضاع کار و کاسبی علی نقی هم به هم بریزه. اون دیگه مثل قبل ثروتمند نبود و مشکلات مالی زیادی داشت. پس تصمیم گرفت همراه همسرش رخساره و دو تا دختراش به تهران مهاجرت کنه. ایران تو تهران رفت به مدرسه و تو سالهای اول مدرسه مشکل یادگیری هم داشت. جوری که معلم ها می گفتن که این بچه عقب مونده است و بهتره که به مدرسه نیاد چون هیچی نمیفهمه. حالا دیگه همکلاسیاش به جز چشمهاش به خاطر تنبلیش هم تو درس مسخرش میکردن. وقتی ایران به هر زور و زحمتی بود وارد کلاس چهارم شد اتفاقی افتاد که مسیر زندگیشو کاملا تغییر داد. یه روز ننه علی پرستار ایران و خواهرش برای ایران از مادر بزرگش تعریف کرد. مادر علی نقی چند سال قبل از به دنیا آمدن ایران از دنیا رفته بود. نن علی میگفت مادر بزرگ تو کل خراسان مشهور بوده چون تو درگیری های گاه و بیگاهی که بین افغان ها و ایرانی ها تو نواحی مرزی پیش میومده شرکت میکرده و پا به پای مردا با افغان ها می جنگیده. شنیدن قصه شجاعت های مادر بزرگ به ایران انگیزه و هدف داد انگار که نوری به زندگیش تابیده شده و راهش رو مشخص کرده باشه اون تصمیم گرفت مثل مادر بزرگش زن قوی و مستقلی بشه و از اون روز شروع کرد به درس خوندن استعدادش هم به طرز عجیبی شکوفا شد دختری که همه میگفتن خنگ و عقبونده است از همون سال یعنی از کلاس چهارم ابتدایی تا آخرین سال دبیرستان جزو شاگرد اولا بود تو همون سالها انحراف چشماش هم درمان شد و دیگه کسی مسخرش نمیکرد ایران با اینکه تا ده سالگی اهل درس خوندن نبود ولی از همون بچگی به نقاشی علاقه خاصی داشت اولین نقاشیشو تو پنج سالگی کشید که باعث شد برای اولین بار از مامانش یه کتک حسابی بخوره آخه تصویر زنهای برهنه فامیل رو که تو هموم عمومی دیده بود نقاشی کرده بود اونم با جزئیات دقیق بعدها که علی نقی متوجه استعداد فوقلاده دخترش تو نقاشی شد اونو تو کلاسای طراحی هم سبتنام کرد خیلی زود ایران تو نقاشی هم پیشرفت کرد. اون تو دوران دبیرستان یه تابلو از محمد رضا شاه کشید و به قدر این نقاشی عالی شده بود که ایران رو بردن به کاخ مرمر تا خودش تابلو رو به شاه تقدیم کنه. شاه هم یه سکه بهش جایزه داد. ایران تو سال 1333 دیپلمش رو با نمرات عالی گرفت و برای ادامه تحصیل رفت به فرانسه تا تو دانشگاه بوزار پاریس نقاشی بخونه. سه سال قبل خواهرش پوران برای تحصیل در رشته پیانو اول به ژنو و بعدم به پاریس رفته بود. هر دو تا خواهر از همون بچگی تحت تاثیر پدر و مادرشون اهل هنر بودن. پوران به جز موسیقی دوره های طراحی جواهر و طراحی لباس رو هم گذرون که بعدها تو این زمینه حسابی هم معروف شد. تا جایی که کار طراحی و سنگدوزی شنل مخصوص روز تاجگذاری فرح پهلوی رو به پوران سپردند که به زیبایی هرچه تمومترم انجامش داد ایرانم علاوه بر نقاشی برای تحصیل در رشته های تاریخ هنر و هنر معاصر به مدرسه لوور پاریس رفت و دوره های هنری مختلفی رو تو آموزشگاه های دیگه مثل دانشکده سلطنتی بروکسل در بلژیک گذروند. اولین نمایشگاه آثار ایران تو همون دوران دانشجوییش در میامی آمریکا و به دعوت مرکز هنری ایالت فلوریدا برگزار شد. منتقدین این مرکز یکی از نقاشی های ایران رو که تو مجله دانشگاه بوزار پاریس چاپ شده بود دیده بودن و خیلی خوششون اومده بود. ایران به میامی رفت و اولین نمایشگاه زندگیش رو با موفقیت کامل برگزار کرد که باعث شد در جامعه هنری آمریکا هم مشهور بشه. حتی روز آخر نمایشگاه شهردار میامی کلید طلایی شهر رو هم بهش هدیه داد. ایران بعد از پنج سال فارغ و تحصیل شد و با کلی تجربه و شهرت هنری برگشت به ایران. تو سال 1339 وقتی که 24 سالش بود برای اولین بار نقاشیاشو در تالار فرهنگ تهران به نمایش گذاشت که استقبال خوبی هم ازش شد و حتی فرح هم به این نمایشگاه رفت. حالا دیگه ایران به عنوان یه نقاش موفق تو جامعه هنری کشور مشهور شده بود. یک سال بعد ایران دوباره برگشت به فرانسه و تا 6 سال بعد یعنی تا سال 1346 تو اروپا زندگی کرد. اون برای کسب تجربه و آشنایی با دنیا تمام این 6 سال رو در حال سفر بود. از این شهر به اون شهر و از این کشور به اون کشور میرفت. در طول این سفرها با شخصیت های هنری مشهوری مثل سالوادور دالی نقاش اسپانیایی هم آشنا شد. به خاطر دوستی با دالی بعضی از منتقدین معتقدن که ایران تو نقاشیهاش از سبک دالی الهام گرفته ولی خودش اینو قبول نداره. ایران تو اون 6 سال نقاشی های زیادی کشید و چند تا نمایشگاه هم برگزار کرد که شهرتش رو بین هنرمندان اروپایی بیشتر کرد. تو اون سالها چند باری هم به ایران برگشت تا داخل کشورم نمایشگاه بذاره ایران تو سال 1346 تصمیم گرفت از اروپا به آمریکا بره و تو موسسه آرسی آی نیویورک تو رشته تهیه کنندگی و کارگردانی برنامه های تلویزیونی تحصیل کنه و همونجا بود که با پرویز مقدسی که دانشجوی کارگردانی تئاتر و سینما بود آشنا شد ایران تو همون دیدار اول یه دل نه دل عاشق پرویز شد و در کمال جسارت اون بود که از پرویز خواستگاری کرد پرویز اولش حاج مونده بود ولی بعد بلافاصله فاصله قبول کرد اونا 15 روز بعد بدون اینکه شناخت زیادی از هم داشته باشن ازدواج کردند. ایران تو انتخابش اشتباه نکرده بود اونا در تمام سالهای زندگی مشترکشون عاشقانه زندگی کردند. رابطه شون اونقدر قشنگ بود که تحسین همه اطرافیانشون رو برانگیخته بود. ایران و پرویز بعد از تموم شدن درسشون به تهران برگشتن و هر دو نفر تو سازمان رادیو تلویزیون ملی استخدام شدن. ایران 6 سال تو تلویزیون کار کرد و تو این مدت فیلم های مستند زیادی رو درباره هنرمندای ایران و جهان ساخت. یه مدت هم به عنوان استاد افتخاری تو دانشگاه شریف که اون موقع اسمش آریامهر بود تاریخ هنر تدریس کرد در بین نقاشی های ایران تابلوی نفت از همه مشهورتره تو سال 1347 شرکتی که کار لوله کشی نفت آبادان به ماه شهر را انجام داده بود نماینده هاشو به ایران فرستاد تا هنرمندی را انتخاب کنند که از این لوله کشی ها یه تابلوی نقاشی بکشه نماینده ها ایران خانوم رو برای این کار انتخاب کردند و اونم نقاشی بی کشید که در دنیا مشهور شد نشریات معتبری مثل تایم، لایف و نیوزویک این نقاشی رو در دو نوبت چاپ کردند. احمد شاملو هم شعر رگهای زمین رگهای ما رو در وصف این نقاشی و ایران خاروم سروده. در آخر این شعر زیبا شاملو میگه تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و از آن نگفتیم که به کار آید چرا که تنها یک سخن یک سخن در میانه نبود آزادی ما نگفتیم تو تصویرش کن ایران تو سال 1364 یکی از تلخ ترین اتفاقات زندگیشو تجربه کرد پرویز به طور ناگهانی از دنیا رفت و ایران رو تنها گذاشت اونا فقط 18 سال با هم زندگی کردند. مرگ پرویز برای ایران غم بزرگی بود و مدت ها طول کشید تا اون تونست به زندگی عادیش برگرده. اون به قدری عاشق پرویز بود که دیگه هیچ وقت ازدواج نکرد و همیشه از تأثیر عمیق پرویز چه در هاش و چه در نوع نگاهش به زندگی تعریف میکرد. ایران در سال 1378 مبتلا به سرطان شد اما با روحیه بی‌نظیرش سالها با این بیماری مبارزه کرد اون سرطان رو معجزه زندگیش میدونست چون باعث شده بود قدر زندگی رو بیشتر بدونه ایران تو شهریور سال 1400 در سن 85 سالگی به کرونا مبتلا شد و این بیماری را هم شکست داد. اما دو ماه بعد در روز هفتم آبان بعد از 22 سال مقاومت در برابر سرطان بالاخره تسلیم شد و از دنیا رفت. بانو ایران در رودی در طول 60 سال کار هنری دهها نمایشگاه داخلی و خارجی برگزار کرد و حتی در روزهای بیماریش دست از تلاش و فعالیت بر نداشت. چون اون عاشق زندگی بود و میخواست از لحظه لحظه عمرش لذت ببره. ایشون یکی از زنان پیشرو و الهام بخش ایرانه که نامش برای همیشه در تاریخ هنر ایران و جهان ثبت شده یادشون گرامی